Ya, duro. Emrusuna masufasın. Çarşamba meşe kevketin morusun. No? Bale. Çarşamba da az başka vakta teyim kunumaki var. اگه در دفتر باشه خویازده بجه خوب است. من اگر تنبل هستم به من رعایت ها میشه ناوقت نید اینجا. و باز پر ناوقت میشنم و یا دو بجه. دو نیم بجه. آه. میشه. امروز خوب. بلی میشه. یک در وقت به این باز دیگه. نه پنج بجه. پنج بجه. پنج بجه. اما دیگر چار از اینجا میبرم یا چار و نیم تا خانه میرسم. کمی بود چون در اونجا هیچ کس نیست دروازه قلف می باشه خودم تنها هستم اگر همه تو بد و واقع شد که موترها در را بند بودن در زیر سایه ها یک در پیش همون رستوران پارک هست بسا پارک ما بود هستم اونجا چکر بزنن ما می رسون با مان خدا بله برسن تشکر من نه جناب سولت شا مرگنوف به اصطلاح وقت حال مرگن دیگه افا بسیاری تاجکو از نام خود که لایقه روسی سپاس کردن یک مرد وارسته یک تاجک با تمام صفات عالی و خوب و ستوده تاجکا مزین و من از بسیار زمان حتی نو فاکولته را خلاص کرده بودم جوان بودم حال ما 88 ساله شده من فکر میکنم او را از 27 تا 30 سالگی عمر ما او را شناختم او در اینجا شاگرد زبان پشتو بود و از تاجیکستان من فکر میکنم اولین شاگرد بود که در این رشته به خاطر فرا گرفتن زبان پشتو و تربیه شدن یک کدری که زبان پشتو را بفهمه فرستاده شده بود من استاد و معلم از اون نبودم لیکن به او کمک میکردم آدم بسیار سایی بود بعضی وقت که درس های را که کورس های دولتی که اینجا میگرفت خوب تسلط نیافته بود یا بهش خوب فهمانده نشده بود و پیش ما میامد به من کمکش میکردم آرام آرام ما از حدود یک رابطه ساده زبان پشتو به رفاقت های امیر که برادرانه و تفاهم رسیدیم چون من با ادبیات زبان دری بسیار مصروف هستم و دوش به دوش زبان پشتو در او عرصه کار میکنم نزدیکترین جامعه فارسی زبانان امیر تاجیکستان است که مردم بدخشان ما و مابین تاجیکا لهجهشان حتی عنعناتشان تاریخ گذشتهشان آدم نمیتونه بسیار تفاوت بگذاره و مردم تاجیکستان عموما حتی همو بخشای ازبکنشین و برادرای ازبک هم بسیار مهربان مردم هستن خب به این بنیاد از مرگنسک خاطرات زیادی دارم دیدها در روزهای خوشهای که در افغانستان می اعیاد دینی مذهبی و بعدا که ما اینجا حزب دموکراتیک خلق افغانستان ایجاد کردیم با این که مرگنوف کدام وظیفه رابطه سیاسی را از طرف تاجیکستان با این حزب هیچ وقت نداشته لیکن همون دوستی های قدیم ما آدم های را که در ارتباط ما اهل ادب و اهل زبان یافته بود با اونها نشست و برخواست میکردیم چندین بار که ما به تاجیکستان رفتیم چی قبل از انقلاب ثور و چی بعد از انقلاب ثور اتو تصادف دو سه بار شده که او هم در تاجیکستان بوده و بسیار به ما کمک کرده در شناسایی شخصیت های تاجیکستان در معرفی اونها و من چون با رجال بسیار برجسته ادب تاجیک علاقه من بودیم و رابطه پیدا کردیم و تعمیق شدی روابط یکی از بزرگان که حال او
اسطوره تاریخی است برای تاجیکستان و باعث قهرمان ملی تاجیکستان در سراسر این کشور شناخته میشه. جناب مرزا تورسونزاده که در زمان اتحاد شوروی هم یکی از رجال بزرگ جامعه شوروی و نوزد شوروی ها بودند. او و محمد عاصمی رئیس اکادمی علوم تاجیک که او از طرف جامعه شوروی با امی اکادمی علوم که حال ما شما در اینجا مصاحبه میکنیم در ارتباط همکاری با این مؤسسه و من رئیس از این مؤسسه بودم در وقت با من روابط عمیق دوستانه برادرانه پیدا کرد. تاجیکا مردم دلچسب هستند و میرگانوف یکی از نماینده های بسیار پروپاکورس و یک بسیار نماینده صادق و تیپیک تاجیکا در افغانستان بوده. هر کسی که با او نشست و برخواستی داشته، دوستی داشته، تا حال هم در مجالس خود صحبت های زوره، ظرافت های زوره و روابط زوره سر زبان است و توضیح میکنند. متاسفانه خوب زمانه تغییر میکنه، تاریخ تغییر میکنه و جهان تغییر میکنه. در این کشور حوادثی آمد که ما نتانستیم امو روابط بسیار نیک بین مردم هست. البته دولت ها کار خود داره ولی مردم پاینده است، مردم آینده دار هستن، مردم اساسا این کشورها را به وجود آوردن، مردم آفریدگار تمدن و فرهنگ کشورها هستن. ما امو نیات را که داشتیم که از طریقی دوستا بین ما و آن طرف تاجیکا روابط وسیع فرهنگی به وجود بیاید و ما هم دیگر در فرهنگ مشترک، در عرصه های زبان، در عرصه های اسطوره ها و روایات و فولکلور ها کمک کنیم طوری که ما میخواستیم و تو نشد. لیکن برادران تاجیک در جوار افغانستان یک کشور بسیار دوست، یک کشور نیکوکار، یک کشور با روابط خوب، چی در رژیم های گذشته و چی هم حالا در با جمهوری اسلامی افغانستان روابط بسیار دوستانه را حفظ میکنن. ما امیدوار هستم که خدمات این شخصیت ها مثل سولت شاه که گم به زبان نخ ببخشه که بدون خودخواهی، بدون جذب منفعت شخصی بر روابط ما و تاجیکا کار و خدمات عظیم کردن که بدون سر و صدا، بدون هیاهو، بدون امتیاز طلبی تأثیرات خود در روابط ما داره. ما برای اونا سپاسگزار هستیم. روح سولت شاه شاد باشه و ما امیدوار هستم که تاجیکا فرزندهای زیادی داره و بالاخره در افغانستان هم مردم با برادری، دوستی و نزدیکی با مردم تاجک معتقد هستند. ما مثل دو پله یک سیب هستیم. ما یک ملت هستیم در واقعیت ولی جغرافیا و تاریخ بازن خطهای موقتی تواهی رو به میان بره. زنده باشید. سلامت باشید.